ایالات متحده مرگ 7 تن از نیروهای موسوم به کلاه سفیدها در ادلب استان تحت کنترل مخالفان بشار اسد در سوریه را محکوم کرده است. وزارت خارجه آمریکا آن را یک حرکت بزدلانه خوانده است. این افراد روز شنبه در جریان حمله چندین مهاجم ناشناس جان خود را از دست دادند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. گزارشی داریم از پروانه هدایت. هدر نایرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از کشته شدن 7 تن از نیروهای وابسته به یک تشکل خودجوش سوری موسوم به دفاع مدنی یا کلاه‌سفیدها که داوطلبانه به جنگ زدگان سوریه کمک می‌کنند، این اقدام را به عنوان یک عمل بزدلانه محکوم کرد. خانم نایر در بخشی از بیانیه میگوید این گونه عملکردها توسط عده نقاب‌پوش علیه کسانی که داوطلبانه و به طور خستگی ناپذیر در شرایط بسیار خطرناک در جهت حفظ جان غیر نظامیان خدمت می‌کنند اقدامی بزدلانه است. هدر نایرت به نیابت از سوی ایالات متحده به خانواده قربانیان تسلیت گفت، آنها را قهرمان خواند و ابراز امیدواری کرد که بازماندگان به عدالت برسند. دفاع مدنی روز شنبه از طریق توییتر اعلام کرد 7 نفر از نیروهای آنها در اثر تیراندازی افراد ناشناس در غرب استان ادلب سوریه به قتل رسیدند. بر اساس گزارش‌ها مهاجمان 2 وانت و تعدادی از تجهیزات آنها را با خود بردند. ادلب در شمال غربی سوریه قرار دارد و در کنترل نیروهای مخالف بشار اسد است. گفته می‌شود یکی از این داوطلبان فردی است که سپتامبر سال پیش در ویدیوی معروف کودکی را زنده از زیر آوار بیرون کشید. کلاه‌سفیدها از نیروهای داوطلبی تشکیل شده که معمولاً در مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد به جنگ زدگان کمک می‌کنند. بسیاری از آنها حین خدمت جان خود را از دست می‌دهند و به پاس از خودگذشتگی‌های فراوانی که از خود نشان می‌دهند در سال 2016 از سوی محافل بین‌المللی نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شدند. آنها به رغم انتقادها و ادعاهایی که آنها را به جانبداری از مخالفان بشار اسد متهم می‌کنند، همواره اعلام کردند که در جنگ طرف هیچ کس را نمی‌گیرند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.